سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. لطفاً قبل از شروع این برنامه از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنار اون اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. آرمان درویش، بازیگر جذاب و توانای سینمای کشورمان، در تجربه‌ای متفاوت در سریال ملکه گدایان در نقش البرز بازی کرده و بعد از درخششش در سینما شاهد حضور خاص او در شبکه نمایش خانگی هستیم. در ادامه با این بازیگر خوب کشورمون بیشتر آشنا میشیم. پس لطفاً تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. آرمان درویش متولد 29 مرداد 1366 بازیگر و کارگردان است. او فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه سوره میباشد. درویش در فیلم‌های سینمایی چهارشنبه، کمدی انسانی، خورشید نیمه شب، پشت دیوار سکوت، لابی، مقیمان ناکجا و بازیچه حضور داشته است. او در سال 1394 با بازی در فیلم چهارشنبه اولین تجربه تصویری خود را رقم زد. در ابتدا فرد دیگری قرار بود در این فیلم به ایفای نقش بپردازد، اما به دلایلی کناره‌گیری کرد. در حالی که تنها 2 روز با آغاز فیلمبرداری مانده بود، شهاب حسینی با وجود شناختی که از آرمان درویش داشت به کارگردان پیشنهادش کرد و آرمان درویش پس از انجام تست توانست نقش را از آن خودش کند. او در این فیلم نقش اصلی و برادر شهاب حسینی را بازی می کرد. آرمان درویش پستی با عکس مادرش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت: 12 تجربه سینماییم فیلم پسرکشی لذتی دوچندان نسبت به مابقی تجارب دیگر برایم به همراه داشت. هیچ وقت تصور این که در یک فیلم با مادرم همکار شوم را نداشتم تا اینکه این مهم در فیلم پسرکشی رقم خورد. نام فیلم پسرکشی است، اما هر روز قبل از آنکه آماده رفتن شویم، نه تنها برای پسرش که برای تمام عوامل فیلم که حکم پسرانش را داشتن غذا آماده می کرد. اولین بار که صدا دوربین حرکت را شنید، به چشمانم نگاه کرد. نگاهی کوتاه اما به بلندای تمامی سالیانی که برای مادری کرده. عاجز از هر گفته‌ای تنها برایش دعا کردم. لرزش دستانم آنقدر شدت گرفت که صحنه را ترک کردم. چند دقیقه بعد صدای دست زدن پسرهایش به گوشم رسید. نگاهش کردم. چهره‌اش شاد بود، مثل کودکی که اولین بار لذت راندن دوچرخه را تجربه کرده. فردا اولین تجربه مادرم و 12 تجربه من به نمایش در می آید. امیدوارم لذتی که ما هنگام ساخت بردیم شما هم هنگام تماشا ببرید. آرمان درویش در سال 1398 با خانم یاس سنجری ازدواج کرده. یاس سنجری دختر ژاله صامتی، بازیگر سینما و تلویزیون و مدرس بازیگری، و آقای ایرج سنجری دوبلور و بازیگر سینما و تلویزیون است. خانم سنجری تجربه هایی در زمینه منشیگری در عرصه تئاتر دارند. آرمان درویش از کشف های بازیگری شهاب حسینی بوده و با اولین فیلم خود یعنی چهارشنبه ساخته سروش محمدزاده مورد توجه منتقدان قرار گرفت و در نظرسنجی مجله فیلم بعد از نوید محمدزاده برای بازی در فیلم ابد و یک روز به عنوان بازیگر نقش مکمل مرد بیشترین رأی را نصیب خودش کرد. همچنین درویش برای بازی در فیلم کمدی انسانی ساخته محمد هادی کریمی برنده جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره تامیل نروژ شد. فیلم پشت دیوار سکوت ساخته مسعود جعفری جوزانی هم از دیگر کارهای سینمایی کارنامه آرمان درویش است. ملکه گدایان عنوان جدیدترین سریال حسین سهیلی زاده است که تهیه کنندگی این اثر با رحمان سیفی آزاد و علی طلویی و همچنین نویسندگی کار بر عهده حامد افضلی و امین محمودی بوده و در حال پخش از شبکه نمایش خانگی می باشد. باران کوسری، رویا نونهالی، سولماز غنی، فرزاد فرزین، آرمان درویش، محمد رضا قفاری، پانتا بهرام، الهام کردا، امین بهبودی، یسنا میرتهماس، بهشاد شریفیان و علی اوجی بازیگران سریال ملکه گدایان را تشکیل دادند. در سریال ملکه گدایان آرمان درویش نقش البرز را بازی می کند که یک شیمیدان ساکن آلمان است. او قرار است در ترکیه با نامزدش ازدواج کند.
همه چیز برای یک مراسم بیادماندنی مهیاست که خبر میرسد پدر البرز به کما رفته. البرز با گذشته ای مبهم از بازگشت به ایران هراس دارد. اما برای آخرین ملاقاتش با پدر راهی جز بازگشت به ایران ندارد. اما به دلیل مشکلاتی او مجبور است به صورت قاشقی به ایران بیاید. با وجود اصرار فراوان مادرش برای بازنگشتن به ایران، البرز تصمیم خود را گرفته. وقتی او باز می‌گردد، هیچ کس او را نمی‌شناسد و او را فرهاد بابایی خطاب می‌کند. گفتنی سهیلی زاده پیشینه‌ای طولانی در ساخت سریال و مجموعه‌های تلویزیونی دارد. او متولد 1343 است و با کار به عنوان دستیار کارگردان در سفر جادویی ابوالحسن داوودی وارد سینما شد. او تا کنون 22 سریال برای تلویزیون ساخته و فیلم سینمای نیلگون را هم در کارنامه‌اش دارد. آرمان درویش بیش از بازیگری علاقمند به فیلمسازی است. او در گفتگو با هنر آنلاین درباره فعالیت‌های جدید خود گفته: مشغول کار روی فیلم خودم هستم و از آنجایی که قصد دارم فیلم کوتاهی بسازم، فعلا مشغول فراهم کردن شرایط ساخت فیلم هستم. فیلمنامه این اثر را خودم نوشتم و هنوز اسم نهایی برای آن انتخاب نکردم. او در ادامه گفت: در سال 94 در 4 فیلم حضور داشتم که از این میان 2 فیلم در بخش مسابقه جشنواره فیلم فجر امسال حضور یافته. کمدی انسانی فیلمنامه خوب و منسجمی داشت. از آنجایی که نقش بسیار متفاوتی بود که باید هم نقاش می بودم، هم بوکسور، هم نظامی و باید نسبت به همه این فنون آشنایی می داشتم، برایم جذاب بود. از سوی دیگر اتفاقی که در فیلم برای این کاراکتر می افتد این است که یک خاصیت فیزیکی به او اضافه می شود و وجهی دیگر از این فرد را طی یک بازه زمانی از 20 سال تا 40 سال می بینیم که جالب است. به دلیل اینکه بخشی از کاراکتر این فرد ورزشی بود، باید بوکس یاد می گرفتم و به خاطر آن 6 ماه تمرین کردم، چرا که بوکس بلد نبودم و برایش زمان گذاشتم تا بیننده آن را باور کند و نمی خواستم غیر قابل باور باشد. آرمان درویش درباره حضورش در فیلم پشت دیوار سکوت اینطور گفته که اولین بار که با مسعود جعفری جوزانی صحبت کردم، دیگر فیلمنامه و نقش برایم مهم نبود و صرفاً کنار جعفری جوزانی بودن برایم مهم بود و شیرین ترین کاری بود که انجام دادم. در کنار جوزانی کار کردن برایم لذت بسیاری داشت، چرا که بی‌نهایت با دانش است و کنار او بودن هر لحظه آموزش است. کمترین صحبت ما در طی زمان فیلم برداری درباره نقش و بازی بود و معمولاً آخرین چیزی که درباره آن صحبت می‌شد کار بود. بیشتر درباره سینما صحبت می‌کردیم و این لذت همیشه همراه من است و احساس می‌کنم که خدا باید دوستت داشته باشد تا بتوانی این موقعیت را داشته باشی تا با فردی مثل مسعود جعفری جوزانی کار کنید. درویش درباره اینکه قصد دارد بازیگری را ادامه دهد یا نه اظهار کرد: همه می‌دانیم فضای سینمای ما باز نیست و به راحتی نمی‌توانید وارد کار شوید و کار کنید. بنابراین باید این مسیر را برای خودت بسازی تا راحت‌تر کار کنی و اطمینان بیشتری جلب کنی. برای اینکه بتوانم فیلم بلندم را بسازم، باید راه می‌افتادم. هرگز خودم را با بازی کردن محک نمی‌زنم و برایم بازی کردن مهم نیست. اینکه دیگران درباره من چه فکر می‌کنند و حضور در جشنواره هم مهم نیست. چرا که حتی وقتی برنده سیمرغ جشنواره هم میشوی، بعد از چند ماه از یاد میروی و دیگر کسی یادش نمیماند که چه کسی برتر بوده. مهم این است که خودت با خودت صادق باشی و آتشی را که در درونت داری از یاد نبری. اگر شرایط فراهم باشد، شاید چند سال یک بار بازی کنم. نگاه هم این است که بتوانم فیلم بسازم و در کنار آن اگر نقشی باشد که آن را دوست داشته باشم، میپذیرم و کار میکنم. دوستان من میدانند که نگاه من فیلمسازی است. کسانی که از بیرون میبینند فکر میکنند که من صرفاً آمدم تا بازیگری کنم، در حالی که این گونه نیست. بازیگری برای من راهی است برای ورود به سینمای حرفه‌ای و اینکه بتوانم در نهایت به عنوان فیلمساز فعالیت داشته باشم. از نگاه من بازیگر هر کاری که انجام دهد، باز هم خالق کامل یک اثر نیست و تنها اجرا کننده ذهن کسی است که میخواهد تصویر شود. من میخواهم خودم خالق اثر باشم. صادقانه این است که علاقه زیادی به بازیگری ندارم و صرفاً بازی میکنم تا فضا برای ساخت فیلم باز شود و ذهنیتی نسبت به بازیگری نداشتم و ندارم. او در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد از بازیگران چهره در کارش بهره بگیرد یا خیر عنوان کرد:
کارگردانی که وجاهت خود را از بازیگر بگیرد به نظر من اصلا نباید فیلم بسازد. کارگردانی که اعتماد به نفس ندارد و با بازیگر میخواهد فضا را پر کند اصلا نباید فیلم بسازد. حکایت ظرف و مظروف است و کارگردان ظرف است. باید به کار ایمان داشت تا به این اشکال بر نخوریم. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. لطفاً نظرتون رو در قسمت کامنت در زیر همین ویدیو برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.